خانم زهره شمس با تشویق و همکاری دوست چندین و چند سالش مهسا گنجی مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان وام از پدرش قرض کرده تا صرف برپایی تور گردشگری کنه. همه چیز طبق برنامه پیش میره تا اینکه با اعلام ستاد ملی مقابل با کرونا کلیه تورهای گردشگری لغو میشن. بعد از انتشار این خبر مهسا گنجی بخشی از سرمایه اولیه این کارو برمی‌داره و چند ماهی غیب میشه. حالا خانم گنجی در دادگاه حاضره تا به اتهام خیانت در امانت دوستش زهره شمس پاسخ بده. قیام کنی. سلام جان. سلام. صبحتون بخیر. بفرمایید. بسم الله. خانم مهسا گنجی. بله. شما هم که خانم زهره شمس. بله. شکایت کردید بابت خیانت در امانت. درسته؟ بله. بفرمایید یه توضیح بدید. ایشون خانم گنجی رفیق 7 ساله منه، یعنی بود. سر داستان ایشون اومد گفت تور گردشگری را بندازیم. از اونجایی که این خانم سرمایه‌اشو نداشت، اومد این موضوع رو به من گفت. قرار شد بابام به مبلغ 100 میلیون تومان این پولو به عنوان وام به ما قرض بده. ما یه حساب مشترک باز کردیم، این پولو گذاشتیم تو اون حساب. بعد فهمیدم یه شب این خانم 80 میلیونشو برداشته در رفته. من 80 میلیون برداشتم در رفتم. آره دقیقاً. چی داری داستانو عوضی می‌کنی؟ آقای قاضی دقیقاً همین چیزیه که من دارم بهت میگم. تو اصلا خیلی همچین چیزی که تو داری به آقای قاضی میگی نیست. خودت خوب میدونی این کاری که کردن کلاهبرداریه. اون که راستا رو بگو. خیلی دوست داشتم اینجوری که تو دوست داری باشه همین باشه ها. ولی خب خودت میدونی چیکار کردی. آقای قاضی شما فکر کن دوست صمیمیت کسی که دوران دانشگاه رفیقت بوده یا اینجوری تو زرد عذاب در بیاد. شما باشی شوکه نمیشی. زهره برای چی داری قضاوت تو اصلا داستان نمیدونی. تو قبلش میومدی با من حرف میزدی. یک سال دارم این پله ها رو بالا پایین میرم تا بتونم این خانم رو گیر بندازم. آبروم پیش پدرم رفته. ساکت شو، خودت میدونی چی کار کردی. واسه من عده مظلوم ها رو در نیار. یک سال دارم این پله ها رو بالا پایین میرم تا بتونم این خانم رو گیر بندازم. آبروم جلو پدرم رفته. دیگه من حتی به سایه خودم هم اعتماد ندارم. من صحبت کنم. آخه میدونی الان چه اتفاقی داره میفته؟ من الان اینجا نشستم که صحبت شاکی و متهم رو گوش کنم. شما همزمان با هم داری صحبت میکنین. من اینو بارها میگم، گوشای من قدرت تفکیک نداره. یکی شما بگو، یکی شما. خانم شمس. بله. عنایتی کن، بزرگی کن، در یک خط شسته و رفته شکایتی تو من بگو. آقای قاضی من که برای شما توضیح دادم. پولی که تو حساب مشترکم بوده واسه من بوده رو 80 تومن شای خانم برداشته. خیلی خوب، شما بابت خیانت در امانت الان شکایت دارید. بله. بسیار خوب. من میتونم صحبت کنم؟ حتما. اولا که ایشون چند بار به من گفت دوست. نگفتم دوست، گفتم کلاهبردار. دوست، کلاهبردار یا هر چیزی که اسمشو میذاری. حق نداری به من توهین کنی. تو نمیخواد از توهین به من حرف بزنی. آقای قاضی من کل ماجرا رو براتون تعریف کنم. چون کل ماجرا که ایشون تعریف کردن رو شنیدین دیگه. بفرمایید. کل ماجرا از این قرار بود که من دوره گردشگری رو تازه تموم کردم. خب می‌خواستم یه کار جدید شروع کنم. رفتم شهرهای جنوبی کشور رو گشتم، یه طرح اولیه اومد تو ذهنم. تا برگشتم گفتم با زهره در میون بذارم. طرح اولیه‌تون چی بود؟ طرح اولیه‌م یه تور گردشگری بود. ولی من سرمایه‌شو نداشتم. چون سرمایه‌شو نداشتم، خواستم که زهره با من شریک شه. ما اومدیم با هم. کار خودشون چی بود؟ شغل خودشون نقاش. آه شما همکاری نمی کردین؟ نه خیلی من نقاشه. ایشون نقاش. خب چرا خواهم با من دعوا دارین؟ ببخش. همه مسئولیت به عهده شما بود؟ بله. بسیار خوب. همه اختیار به من داده شد. قرار شد از اول کار سود من از هر توری 40% باشه، سود ایشون که سرمایه گذاشته 60% باشه. قرار دادم که نوشتین. نه خیر آقای قاضی، من خریش قراردادی با ایشون نبستم. اصلا همه چیزش خوب پیش میره. خانم خودتون چرا تو این حرف درصد اینا نزنید؟ یعنی میخواد بگی من دروغ میگم؟ آره دیگه دروغ میگم. واقعا یعنی داری میگی من دروغ میگم؟ قرار نشد تو 60 درصد در بخاطر خودش بوده این پولا از پدرم بگیرم. اگرم به خاطر شیش نامه و کاغذی امضا نکردم فقط به خاطر اعتمادی بوده که من به این خانم داشتم.
قرارمون این نبود وقتی هر وقت پول لازم داشتیم عشقمون کشید بریم پول از حساب خالی کنیم. نه به من بگی که خیلی خوب قرار شد با هم یه همکاری داشته باشین. بله. مسئولیت این همکاری هم به عهده شما بوده. درسته؟ بله، هرشویشون سرمایه بذارن، همه کارو با من. خدا پدرتونو بیامرزه. بعد رفتین به اتفاق هم یه حساب مشترک باز کردین. بله. حق برداشت منفردن بوده یا مشترکن؟ مال جفتمون بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کدوم به تنهایی حق برداشت داشتین یا اینکه حتما باید در حضور هم برداشت می‌کردین؟ بله، متأسفانه من رو حساب اعتمادی که به این خانم داشتم به بانک اعلام شده بود که جفتمون جداگانه میتونیم از حساب. خیلی خوب خانم شمس، من وسط حرفشون پریدم. حالا بفهم. من کار غیرقانونی کردم، از حسابی که به نام خودم بوده پول برداشت کردم. خب بذار بریم جلو، متوجه میشیم دیگه. ببخش. مگه شما به ایشون اجازه ندادی که با این پول کار بکنه؟ بله بهشون اجازه دادم، ولی خودش میدونه این پول مال من بوده. خب بعد حتما نیاز داشته که این پول از توی حساب برداره. چرا آقا قاضی داره دروغ میگه؟ شما ازش بپرسین این پولو چیکار کرده. آقای قاضی من این پولو طبق این سری اختیاراتی که داشتم از حساب برداشت کردم. من این پولو برداشت کردم به خاطر اینکه من چه میدونستم ظهور کرونا میاد میزنه همه کاسه کوزه ها رو به هم میریزه. تو همه چی میندازی گردن من. الان چرا منو میکشونی تو دادگاه؟ خانم گنجی الان چرا ربطی به کرونا داره؟ آقای قاضی ربط داره. ما اولین پروازمون 12 اسفند بود. خب. که به خاطر کرونا کنسل شد. خب تمام پول مسافرها رو من باید برمیگردوندم به حسابشون. خب ازشون گرفتی باید بهشون برگردونی. آقای قاضی برگردوندم تمام بلیط و هتل اینا رو من باید برمیگردوندم. به جز اون من یه سری خدمات توی جزیره انجام دادم. اجازه اینا رو به من نگو. من همه اینا رو رزرو کردم. اجازه... آقای قاضی هنوز اون پولا به حساب من برنگشته. من دارم باهات حرف. من مجبور لا اله الا الله. لا اله الا الله. من اون پول برداشت کردم ریختم به حساب تمام اون رزروشنایی که انجام دادم. آره راست میگی. آقای قاضی من میتونم یه چیز بگم؟ خیر. خب آخه داره دروغ میگه. من مدارکش هم دارم. اگه اجازه بدین براتون توضیح بدم. برای هم توضیح بدید. با هم صحبت بکنید با هم توضیح بدید. ببخش. نه خواهش میکنم. نه نه ببخشیده من اذیت میکنه بیشتر. هی همه میگن ببخشید بعد ادامه میدن باز دوباره. بپرسم سوال؟ بفرمایید. مطمئنین؟ بله. خانم گنجی بلیط هواپیما یا هتل همه اینا پولش به شما برمیگرده. من برگردوندم همه رو. خیلی خوب، پس مشکلت کجا بوده؟ من یه سری خدمات آقای قاضی توی جزیره کش من یه سری رزرویشن داشتم. خب. یه سری خدمات باید به مسافر میدادم. مثل هتل، مثل قباطی. باز میگه هتل، باز داری تکرار میکنی حرفتو. مثل آقای قاضی من ببخشید من خود هول میشم. خیلی خوب هول کردی. مثل قباطی. مثل چی؟ مثل چه میدونم رستوران، جزایر، جزیره گردی، مثل تایپ. اینا پول شما رو شما بر نگردوندن؟ نه هنوز به من بر نگردوندن. شما پول مردم بهشون دادی؟ من بله، من از چقدر؟ سرمایه چقدر بوده؟ این خدمات چقدر؟ ملیون. چقدر؟ 80 میلیون. من 80 میلیون برداشتم از سرمایه ریختم به حسابشون. هر وقت اون پول واریز بشه میاد توی حساب. هنوز پول بر نگردوندن. آقا قاضی داره دروغ میگه. اجازه بدید من واضحش رو براتون توضیح بدم. بفرمایید شما. این 3 ماه این خانم گنجی 3 ماه جواب تلفن منو نمیداد. به خاطر همین جواب ندادنش من پاشدم رفتم جزیره. رفتم اونجا تک تک شرکتایی که ما باهاشون قرارداد بسته بودیم. الان این خانم داره میگه من پول بلیط هواپیما و هتل و تمام گشت شهری که برای مسافر گذاشته بودیم و بهشون برگردوندم از جیب خودم. در صورتی که پول هواپیما رو، پول هتل رو آره برگردوندن، اینا رو به مسافرها برگردونده بود. ولی من وقتی رفتم اونجا متوجه شدم تمام قراردادایی که ما با شرکت‌ها بستیم فقط 1%شو به عنوان جریمه کنسلی ازش کم کردن، پولو برگردوندن. منتها این خانم برداشته به جای اینکه شماره حساب مشترکمون رو بده برای اینکه اون پولا رو برگردونن، شماره حساب شخصی داده. مگه تو با شرکت آریا واسه قواسی قرارداد نبسته بودی؟ مگه قرارداد نبسته بودی؟ من رفتم اونجا بهم فاکتورش نشون دادن، گفتن واسه زدن به حساب. برای چی حساب مشترکمون رو ندادی؟ برای چی حساب شخصی دادی؟ مگه تو این کارو نکردی؟ آقا قاضی فاکتور تمام اونا، همه اون گشت شهری ها واسه جنگ شادی، واسه قواسی، نمیدونم واسه رستوران ها، پارکابی، همش اینجا هستش. همه این رسیدایی که برگشتم برشم خانمه. زدم به حساب این هم شمس. هستش. الان من بهتون نشون میدم. حتی ببینین رسید مبلغی که برای این خانم زدن هم موجوده.
خان گنجی. بله. این شماره حساب 208,014,310 مربوط به شماست؟ بله. مشترکه؟ نه. آه. حساب شخصیتونه، درسته؟ بله. الان رسید واریزی ها همه هست دیگه؟ پولا برگشته به حسابتون؟ درست. جمع زدین مبالغو؟ بله. چقدر بوده؟ درست هستش اونجا. چقدر بوده؟ مبلغ 80 تومن. البته یه درصدش که کم شده برای کنسلی هم هست. خب چیکار کنیم خانم گنجی؟ جواب بده دیگه، چرا لال شدی؟ بر چه حساب مشترک رو ندادی؟ بر چه حساب شخصی تو دادی؟ آقای قاضی، یه جو قرض. قرض بود؟ از پول من؟ از پول من تو حساب به عنوان قرض برداشتی بدون اینکه به من بگی؟ برمیگردونم به حساب. برمیگردیم. برای چی قرض گرفته بودین پولو؟ مشکل خانوادگی داشتم. چی بوده مشکل خانوادگیتون؟ نمیتونم بگم. بابات کارش چیه؟ شرکت لوستر سازی. شرکت لوستر سازی داشت. چرا داشت؟ مگه الان نداره؟ نه. ورشکست شد. الان کجاست؟ آی‌سی‌یو. مطمئنی؟ میگی خودت یا من بهت بگم؟ من میدونم بابات کجاست. بابام زندانه. من پولو برداشتم برای اینکه با طلبکارای بابام حرف بزنم، ازشون رضایت بگیرم. چاره دیگه یه نداشتم. بعدش هم میخواستم پولو برگردونم به حساب. با ما هم درست چه برمیگردون؟ باید پول بهش برگردونی. برمیگردونم دیگه. کی؟ هر وقت با ما هم درست چه. پس فعلا میری زندان؟ میرم زندان؟ بله دیگه. آقای قاضی، من اصلا با زهره مشکلی. زهره تو اصلا با من مشکلی داری؟ ما با هم دوتا دوست صمیمیم آقای قاضی. این مشکلی بوده که من داشتم. منم نمیگم پولو بر نمیگردونم. من پولو بر میگردونم به حساب. زهره، زهره، یه دقیقه به من نگاه کن. زهره، من و تو دوست صمیمی بودیم. زهره، با هم نون و نمک خوردیم. زهره، یه عمر با هم دیگه بودیم. برای چی این کارو میکنی؟ چرا نگفتی مثلا؟ برای اینکه ترسیدم، برای اینکه ترسیدم قضاوتم کنی. زهره، تو رو خدا، من خانوادم میمیرن. تو رو خدا این کارو نکن. اجازه نده منو ببرن زندان. زهره، خواهش میکنم. من پولو برمیگردونم. وام درست چه برمیگردونم؟ آقا خودش میدونه من این پولو باید برگردونم به پدرم. خودش میدونه. برمیگردونم. مگه نگفتی وامه؟ من نگفتی از بابات وامه؟ وام گرفتی؟ من وامم درست چه برمیگردم؟ اما باید مشخص کنه تو چه مدتی برمیگردونه به من این پولو. سه ماه. چقدر؟ سه ماه. قبول میکنی؟ اصلا چهار ماه. ولی برگردونه تو اون مدت. برمیگردونه. من برمیگردونه. اما خانم گنجی، آدم میخواد چیزی از کسی قرض بگیره، اول باید بهش اطلاع بده. بدون اطلاع که نمیتونه. قرض یعنی با آگاهی طرف مقابل. من الان تو پرونده تون گزارش اصلاحی مینویسم. ایشون توی این چهار ماه مبلغ رو به شما پرداخت کرد که فبه المراد. اگر نه، همین پرونده رو میتونی ببرین اجرای احکام.
بفرمایید. خانم شمس، با هم برین دیگه. تفاهم این فاکتوراش هم نبرد، ببر بیرون دادگاه بهش بده. ببرم الان اونجا. ببر. بیا این پرونده رو بزن اونجا. آقای کاوه محمدی فوتبالیست جوانیه که به تازگی اولین قرارداد حرفه‌ایشو با یک تیم لیگ یکی امضا کرده و با پول اولین قراردادش یک ماشین دست دوم خریده. کاوه قبل از اینکه موفق بشه ماشین رو به اسم خودش سند بزنه، تصادف میکنه و ماشینش و خودش آسیب جدی میبینن و دیگه نمیتونه فوتبال حرفه‌ایش رو دنبال کنه. اما موضوع اینجاست که ماشینی که کاوه خریده سرقتی بوده. خانم فرشته آقازاده صاحب اصلی خودرو هم در دادگاه حاضر شده. خانم آقازاده معتقده که کاوه یا دزد ماشینشه یا مالخر و باید خسارت کامل ماشینو به اون پرداخت کنه. خانم فرشته آقازاده؟ بله آقای قاضی، منم. آقای کاوه محمدی. بله جناب قاضی. خب خانم، شما شکایت کردی از ایشون به اتهام سرقت و معامله مال مسروقه. بله آقای قاضی، من از این آقا شکایت دارم. ایشون یه دزد قالطاق، گول ظاهرشو نخورینا. خانم درست صحبت کنین، چه طرز صحبت کردنه؟ شعورم خوب چیزیه. تو دوست حرف از شعور میزنی؟ خانم مؤدب باش، بفهم چی داری میگی. ماشین منو دزدیدی، سری به در و دیوار خورد، خاک شیرش کردی. من دزدیدم؟ نه من دزدیدم. من شما دیدی من به دزدم؟ من خودم من ماشین از کسی خریدم آقای قاضی. ماشین قرمز آلبالویی قشنگمو زدی، درو داغون کردی. آقای قاضی من دیگه حرفی ندارم، خودتون جوابشو بدین. هنوز شروع نکرده داره تهمت میزنه به من. تهمت دیگه، شما ندیدی که من ماشینتو بدزدم؟ من صحبتی ندارم واقعا. خانم شکایتتو بگو، من گوش کنم. آقای قاضی من اون روز 26 قرمز آلبالویی داشتم. خب کلی راجبش با دوستام صحبت کرده بودم، می‌خواستیم اینور بریم اونور بریم، رفتم جلوی در مغازه 2 دقیقه پارکش کردم، برگشتم دیدم نیست، دزدیده بودنش. آبروم رفت، انقدر ضایع شدم که نگو جلوی دوستام. واقعا کی می‌خواد اعتبار آبروی از دست رفته منو بهم برگردونه؟ واقعا که دزده این دور زمونه هم شیک شدن هم بی شعور. بازم میگم من ماشین تو رو ندزدیدم خانم. شما اگه دیدی دست تو چی کار میکنه ماشین من؟ عجب خانم، اصلا متوجه نمیشه، اصلا نمیفهم. خانم آقازاده. بله آقازاده. دفعه چندومتونه تشریف میارین دادگاه؟ ولی من اولین بارم دارم میام دادگاه. من اصلا خام به اینجور جاها باز نشده بود. اگه یکی ماشین منو نمیدزدید با این وضعیت من اصلا نمیامدم اینجاها. ببخشید البته، توهین نباشه به شما. توهین نباشه؟ خانم آقازاده. بله. ببین شما وقتی داری از این الفاظ استفاده میکنی، ایشون میتونه به ازت شکایت بکنه. آقا ماشین منو دزدیدن. چون داری ببین، اصلا من کاری ندارم چه اتفاقی افتاده. اولا که هنوز ثابت نشده ماشین شما رو ایشون دزدیده. این یک. دو، من کاری ندارم چه اتفاقی افتاده. دارم بهت آگاهی میدم. میگم تو این محیط وقتی داری بهشون توهین میکنی میتونه به ازت شکایت بکنه. اینو بدون. چی دست شما؟ شما خودتون هر کاری میخواین بکنید. من دیگه صحبتی نمیکنم. ماشین مسروق مال شما بوده؟ بله، مال من بوده. آه، یعنی خودتون خریده بودین، به نامتون بوده دیگه. مال من بود دیگه آقای قاضی، مال من بوده. خب ببین، طبق مستنداتی که الان توی پرونده هست، 3 روز قبل از دزدی آقای همایون آقازاده ماشین رو خریدن، به نام خودشون کردن، بعد صبح روز سرقت ماشین رو به نام شما کردن، بعد یه ماشین دیگه هم الان به نام شما اینجا هست. بله، یه بلوستر قرمزه. خب بله، پس چرا میگی ماشین خودم خریدن؟ آقای قاضی، همایون آقازاده پدرمه. بابام برام کادو خریده بود، من گفتم یه ماشین صفر میخوام، اونم رفت از نمایشگاه برام کادو خرید. ببینم شما برای بچه‌تون کادو می‌خرید، کادو دیگه واسه شما که نیست، واسه بچه‌تون دیگه، درسته؟ این ماشین رو برای من خریده بود، چند روز بعدش هم زد به نامم. وقتی هم که دزدیدنش، رفت از نمایشگاه یه دونه صفرشو برام خرید، اون یکی رو دیگه همون روز زد به نامم. خب بعدش هم اصلا چه تأثیری داره تو دزد بودن این آقا؟
بابا دزدونیه که معلوم نیست از کجا میاره دوتا ماشین میندازه زیر پاش. الان توهین کرد؟ بله باید با شما انگار همینجوری صحبت کرد. آقای قاضی خودتون دیگه ببینین دیگه، واقعا من متاسفم. خانم آقازاده ماشین رو چجوری دزدیدن؟ پارکش کرده بودم جلوی در مغازه، 2 دقیقه رفتم تو مغازه برگشتم دیدم نیست. بعد سویچم گذاشته بود رو ماشین، ماشینم روشن. واسه 2 دقیقه دیگه خرید که دیگه آدم. آقای قاضی ایران اینجوریه ها. ببینید تو کشورهای دیگه تو خارج همینجوری سویچشون رو میذارن رو ماشین، ول میکنن میرن سراغ کاراشون، انقدر که اعتماد زیاده. اینجا اصلا اینجوری همینجوری ماشین تو رو هوا میزنن. خانم آقازاده چه ربطی به ایران داره؟ من 2 سال فرصت مطالعاتی وین زندگی کردم، اصلا اینجوری نیست که شما میگی در ماشینشون رو بزنن سویچو بذارن روش برن. اصلا همچین چیزی وجود خارجی اروپاست. نداره. نمیدونم والا به نظر شما کجاست؟ اروپا، اتریش. منم فکر میکنم اروپا. من خودم قراره برم خارج زندگی کنم انشالله به امید خدا. بله خیلی خوب بفرمایید. بعد ماشین رو دزدیدن، خب کسی اونجا ندیده بود کی ماشین رو برده؟ چرا بودن ولی خب دیگه کسی. آقا قاضی شکایت منو نخوندین چیه؟ ماشین منو دزدیدن، زدن درب و داغونش کردن، توفالش رو برام آوردن. خیلی خوب من خسارت همو میخوام. خانم من دارم از شما سوال میپرسم، کسی بوده اونجا ببینه کی ماشین شما رو برده؟ نمی. مثلا الان میگین ایشون ماشین شما رو برده؟ بله. خب ایشونو کسی دیده اونجا؟ ماشین دست ایشون بوده دیگه، یعنی چی؟ کسی دیگه ای باید ببینه؟ پس شما که میگید دیدی؟ سوال من... الان شما پرسیدی؟ الان شما هم به این گروه اضافه شدید. من عذرخواهی میکنم وقتی ایشون میگن کارو سخت نکن. من عذرخواهی میکنم. اون جایی که ماشین شما رو بردن کسی دیده که کی ماشین رو برده؟ خیر خدا پدرتو بیامرزه. دوربین مدار بسته هم نداشته؟ نمیدونم. اینم نمیدونین؟ نه. خب چجوری اینقدر محکم میگین ایشون ماشین شما رو برده؟ آقای محمدی. بله جان قاضی. تعریف کن ببینیم. به سر شما تعریف کن. آقای قاضی داره تهمت میزنه، من دزد نیستم. دزد نیستی ماشین من دست تو چیکار میکنه؟ میگم من از کسی خریدمش این ماشینو. دزد کم بود مال خرم خودم شو. خودتون دیگه، من دیگه حرفی نمیزنم، خودتون ببینید. ما یه اتاقی اون بیرون داریم، اتاق انتظاره. اگر شما سختته نمیتونی اجازه بدی من پرونده رو ببرم جلو، من میگم اونجا از شما پذیرایی میکنم، ما مسیر پرونده رو ادامه بدیم. نه آقای قاضی من دیگه صحبت نمی‌کنم، فقط خودتون دیگه ببینین دیگه، مال خری کرده، ماشین منو دزدیده، اینا رو دیگه حواستون باشه. مطمئنی؟ آره. توضیح بده آقا چه اتفاقی افتاد. جناب قاضی من فوتبالیستم، با بدبختی وسط این همه دلال بازی که هست جون کندم، خودم رو کشیدم بالا، امسال تونستم با یه باشگاه خوب خیر سرم قرارداد ببندم. با پول پیش پرداخت قراردادم یه بخشش هزینه ازدواجمو دادم، یه خونه کوچیک اجاره کردم، یه کمیش موند که کاش نمیموند، گفتم ماشینمو نو کنم. ماشین من. خب ادامه بده. یه سمند قدیمی من داشتم، خب. اونو فروختم، گذاشتم روش، گفتم ماشینمو تر و تمیز یه ماشین در حد نو بگیرم. با خانومم نشستیم تو اینترنت گشتیم، این ماشینو پیدا کردیم. خوب بود، قیمتش هم به پول ما میخورد. زنگ زدم به طرف، رفتیم ماشینو دیدیم، خوشمون اومد، قلامش کردیم. والا همه چیش درست بود، سند داشت، بیمه داشت، به خدا همه چیش درست بود. خب بعد چه سند نزدی پس؟ قلامه کردم، گفتم ماشین از دستم در نیاد، چند روز بعد میریم سند میزنیم دیگه. خب چرا چند روز بعد میریم سند میزنیم؟ چرا همونجا سند نزدی؟ عصر بود اون روز، ما نمیتونستیم سند بزنیم. من قلامه کردم. چقدر ماشین خریدی؟ 200 میلیون. چقدرشو پرداخت کردی؟ 150 میلیون موقع قلنامه دادم. طرف اصلا نمیشناختی؟ نه دیگه، من مدارک توی کوچه... اینترنت ماشین رو دیدی، رفتی قلنامه کردی، 150 میلیون هم بهش دادی. خب الان همین جوری شده. خانم اجازه بده من صحبت کنم، الان من اصلا نمیفهمم چی دارم میگم. خسته نباشی. خب بعد به من بگو که 150 میلیون رو واریز کردی، به حسابش رسید داری یا نداری؟ نه آقای قاضی من نقد دادم بهش همون موقع. شما 150 میلیون تومان پول نقد بردی دادی به ایشون؟ چجوری 150 میلیون پول نقد؟ ارز دیجیتال دادم، واقعیتش پول مجازی. آقای قاضی اینا دستشون توی کاسه است. خانم خانم ازت خواهش میکنم، تمنا میکنم، فقط شما صادقی. لطف کن منت سر من بذار سکوت کن. ارز دیجیتال و اینا دیگه خودتون میدونید. چرا ارز دیجیتال؟ حالا پیشنهاد خودش بود، گفت شما تو کار ارز و رمز ارز هستی؟ گفتم بله. گفت خب پس گرفتار بانک و این داستانا نشیم، بیا با پول مجازی معامله کنیم.
پس شما متوجه نشدی برای چی به شما میگه با پول مجازی معامله کنیم؟ خب این میدونست، فهمیده بود من فوتبالیستم، گفت اینجوری دیگه از مالیات و دردسراش خلاص میشیم. منو قبول کردم دیگه. آقای محمدی هنوزم الانم که اینجا هستی متوجه نشدی چرا بهت گفته با ارز دیجیتال معامله کنیم؟ خب مگه غیر از اینه؟ ردشو زدی؟ میدونی کیه؟ میدونی کجاست؟ نه دیگه. آدرسی ازش داری؟ نه خیر. خسته نباشی واقعا. خب برای همین با ارز دیجیتال باید معامله کرده که شما نتونی ردشو بزنی برادر من. من اون موقع دیدم همه مدارکشو چک کردم، بهش اعتماد کردم. چیشو چک کردی؟ چه مدارکی رو چک کردی؟ مدارک شناسایی خودش، مدارک ماشین، سند، بیمه، والا همه چیش درست بود. مدارکشو چک کردی؟ داری اسم و آدرسی الان ازش داری؟ ما دنبال کی بگردیم؟ نیاز میکنم، همه مدارکش جعلی بوده دیگه. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ آقای قاضی نوبت من نشد، من یه ساعت اینجا منتظرم. نوبت چی نشد؟ شما صحبت کردی خانم. آقای قاضی تکلیف من چی میشه؟ میگه الان همین 30 ثانیه پیش شما من قول دادی گفتی من دیگه حرف نمیزنم. آخه ماشین منو دزدیده، زده داغونش کرده، بعد میگه کار من نبوده، فیلم هندیه. خنده‌دار نیست؟ ارز دیجیتالو بفرمایید. خب آقای محمدی اصلا یاد گم کرد. من اصلا یادم رفت داشتم چی میگفتم. آقای قاضی راجع به ارز دیجیتال بود، ایشون خرید کردن این مدلی. البته اگه خرید کرده باشن، اگه مال خرید نکرده باشن. بعدش چی شد به من بگو. یه هفته گذشت، راستش من درگیر تمرین‌های پیش‌فصل بودم، پیگیر نشدم، نه که تنبلی کنم، واقعا این بدنسازی پیش‌فصل جون آدمو می‌گیره. من پیگیر نشدم، گفتم یه روز که وقت داشتم سر فرصت هماهنگ می‌کنم با اون طرف بریم دنبال کار انتقال سند. یه هفته گذشت، تو همین تایم از تمرین که من برمیگشتم توی خیابون خلوت داشتم می‌رفتم، سر یه تقاطع یه ماشین با یه سرعت وحشتناک جوری به من زد که اصلا ماشین چپ کرد، ماشین من چپ کرد. خب تو تصادفم من ضربه خورد به سرم، بیهوش شدم، اصلا نفهمیدم این کی بود چی بود. بستری شدی همونجا؟ آسیب دیدی؟ بله من مچ پام الان آسیب دیده، پلاتین توش گذاشتم. خب گواهی پزشک قانونی هم گرفتی بابتش؟ بله پزشک قانونی که گفتن؟ برای تکمیل پرونده پزشکیم که به باشگاه تحویل بدم باید میرفتم. رفتم پزشکا هم دیدن، گفتن به خاطر آسیبی که به زانو به مچت وارد شده باید فوتبال دیگه نمیتونی بازی بکنی. دیگه نمیتونی بازی کنی؟ خیر فوتبال دیگه نمیتونم بازی بکنم، باشگاه هم با هم فصل کرد، دیگه الان شغلم ندارم. الهی شکر آه من گرفتش. الهی خانم. شکر خانم. خانم ببخشید آقای قاضی. خانم پای من نگاه کن، پای منو ببین. خیلی میدونی این پا چقدر ارزش داره؟ گوش کن به من، میدونی این پا چقدر ارزش داره؟ من 50 تا عین اون ماشین تو رو با این پا میتونستم بخرم بکوبم تو دیوار. بی ادب دیدی؟ من خیلی بیشتر از تو ضرر کردم تو این قضیه. آقای قاضی من زندگیم همه چیزم از بین رفت با این ماشین، حالا تهمت دزدی و همه چیزم داره ایشون به ما میزنه. باید چیزی هم دستی تقدیمشون کنم آقای قاضی؟ من خیلی نمیخواد چیزی دستی تقدیم کنی. خوبه والا تهمت به من نزن خانم، من خودم از شما بیشتر ضرر کردم. نمیدونم والا چی بگم، خودتون دیگه میدونی آقای قاضی، من دیگه حرفی ندارم بزنم، خودتون دارین میبینین. پاشو نشونه من میده، ماشین منو درب و داغون کرده. حرف نزنم؟ حرف بزنم آقای قاضی؟ من دیگه هیچی نمیگم، بفرمایید. اصلا ریشو قیچی دست خودتون، گفته بودم دست خودتونه. واقعا من دیگه حرفی ندارم بزنم، بفرمایید. اون روزی که تصادف کردین، اون آدمی که باش تصادف کرد اصلا در رفت دستم همه چی، شکایت کردی از اون آدمی که باش تصادف کردی؟ نه هنوزای قاضی. چرا؟ عرض کردم من ماشین از کنار به من زد، من خب. اصلا ندیدمش. خب شما ندیدی، به هر حال پلیس مگه نیومده اونجا؟ پلیس که گزارشش از زمان که آمبولانس رسیده ثبت شده، اونجا خب. هم دوربین نبوده اصلا. کاسبا محلیای اونجا ندیدن شما با کی تصادف کردی؟ شانس من یا چی اون موقع کسی رد نمی‌شده از اونجا ندیده. کسبه هم که دو سه نفری وقتی صدای تصادف رو شنیدن تا اومدن بیرون یه دیگه یارو گازشو گرفته در رفت. دوربین و مدار رسم نداشته اون منطقه؟ نداشته. خب بعد کاوه تو چجوری متوجه شدی که ماشین سرقتیه؟
من تو بیمارستان که به هوش اومدم پلیس اومد برای تکمیل پرونده اطلاعات گرفت. بعد برای بررسی میزان خسارت و ارزیابی حادثه ماشین رو بررسی کردن. خب فهمیدن که ماشین سرقتیه. چجوری فهمیدن؟ اینا برگ سبز ماشین از من گرفتن، چک کردن، فهمیدن دستکاری شده. یعنی چی دستکاری شده بوده؟ سند این ماشین مال یه پیکان بوده که احتمالاً اورالش شویی کرده بودن. خب سند این پیکانو شستن، جاش اطلاعات سند پژو 206 رو چاپ کردن. خب اینا خیلی حرفه‌ای بودن. والا اینقدر این دقیق و تمیز کار شده بود که اصلا قابل تشخیص نیست. من که نفهمیدم. کی ازت بازپرسی کرده اونجا؟ آقای فکری بازپرس پرونده. خب بعد چی شد؟ چه اتفاقی پیگیری کردن بتونن پیداش کنن؟ بله اینا موقعی که به من گفتن پلیس گفت ماشین سرقتیه که من اصلا باورم نمیشه. چی ازش داشتی؟ اونجا ارائه دادی؟ من یه شماره تلفن داشتم، مدارکش هم چک کرده بودم و همین قولنامه. خب اینا به من خود پلیس مظنون شد و سوال جواب و بازجویی کردن. من گفتم همه چی واقعیتشو گفتم. گفتم تنها چیزی هم که من الان دارم همین شماره تلفنه. که دیگه زنگ زدن و دیدن خطش خاموشه. فهمیدیم که بله کار خودش بوده و فراریه. خب یعنی چیکار که بالاخره چی شد؟ ردی ازش زدن نزدن؟ بله اینا پیگیری کردن، دیدن چند تا شکایت هم علیهش ثبت شده و تصویر چهرهش هم. خانم اجازه بده من حرف بزنم. خب دوز نیست؟ تموم شد؟ ای بابا خب بذار من دفاع کنم از خودم اینجا. من یه ویلا دارم تو شما، برام بازسازیش کنی یه پول خوبی بهت میدم. اینه که دوتایی با هم دیگه رفتیم شما، این آقا به من گفت چی میخوام، اینه که ما مصالحی که میخواستیم خریدیم، رفتیم با این پسرم شمال دوتایی شروع به کار کردیم. یعنی الان شما استخدام ایشون رو بابت بازسازی ویلات داری انکار میکنی؟ جناب آقای قاضی، ایشون رسما دارن به من اتهام میزنن. من اجازه نمیدم حرفه و تخصص من زیر سوال ببرن. من از ایشون شکایت دارم. خدا به سر شاهده الان اون بدهیاری که ندادم هیچ، 20 میلیون چک کشیدم واسه مصالح ویلا این آقا مونده رو دستم. نمیدونم چه خاکی هم تو سرم بریزه با قرآن من. شما باید بری یه دادخواست جلو بنه بدی بهش رسیدگی بشه. آقای قاضی باور نکنی. باور ایشون باید تشخیص بدن. آقای قاضی چهره پرونده هم هستش اونجا، مدارک هست، چهره ایشون هم بازسازی شده. این بوده؟ بله مشخصه. بازپرس پرونده هم لطف کردم، بدل پرونده رو با نامه دادن که من تقدیم شما کنم. اونجا تو اسناد همه چی هست مشخصه. که ایشون دیگه دوز نیستم، چهره هستم معلومه. خانم بحث باور من نیست، بحث مدارک که توی پرونده است. ایشون سارق ماشین شما نیست. پس کیه؟ من بر اساس مدارکی که توی پرونده صحبت میکنم سارق ماشین شما ایشونه. خب اومدیم و ایشون پیدا نشد، اومدیم و ایشون مرد، اومدیم و فرار کرد رفت توی یه مملکت دیگه پیش بقیه دزدا. خانم شما همین دو دقیقه پیش گفتی اون ور دنیا اصلا دزدی وجود نداره، بعد میگه الان فرار میکنه میره اون ور دنیا. از اینجا فرار میکنه میره اون ور دیگه. الان من باید چیکار کنم؟ باید وایسم تا اون پیدا بشه؟ بعد من خسارت منو کی میخواد بده آقای قاضی؟ اولا ببین بحث مالخری مطرح کردی. مالخری زمانیه که ایشون واقف باشه به دزدی بودن مال مسروقه. متوجهی؟ وقتی واقف نبوده متهم نیست، جرمی مرتکب نشده. آقای قاضی جرم یعنی چی؟ نه دیگه نمیتونی بهش اتهام مال خری بزنی. ایشون نمیدونسته که مال دزدیه. متوجهی؟ بعدم خسارت ماشین شما رو ایشون باید به شما پرداخت بکنه. خسارت ماشین بله. وقتی تصادف کرده بر عهده سارقه. بله. ماشین الان در اختیار شماست. شما باید خسارت ایشون رو ایشون بدی. آقای قاضی من الان من 150 میلیون بابت این ماشین هزینه کردم. ماشینم تحویل ایشون بدم. خسارت ماشین ایشون هم من بپردازم. خسارت رو پرداخت می‌کنی دیگه. چقدر ماشین خسارت دیده؟ ماشین چی شده؟ بگو. من نمیدونم چقدر این خسارت دیده. آقای قاضی این الان وضعیت ماشین چه جوریه؟ این هیچ چیش نمونده. الان ماشین قشنگی من هیچ چیش نمونده. دیفرانسیل جلو شکسته، بدنه له و لورده است. فکر کنم معادل ماشینم باید پول بدم. من یه 150 میلیون پول دادم. آقای قاضی شما شرایط منو می‌بینی؟ من گفتم به شما من نه شغل دارم نه درآمدی دارم. من خسارت ایشون از کجا بیارم بدم؟ من هر چی داشتم که هزینه بیمارستان و این ماشین کردم. من چجوری خسارت ایشون الان بودم. ماشین در اختیار شماست. شما موظفی خسارت ماشین رو پرداخت بکنی. سارق که دستگیر بشه شما میتونی از ایشون شکایت کنی پولتو بگیری. این روندیه که باید طی بکنی مگر اینکه بری رضایتشو بگیری. رضایت اصلا شما میشه با این آدم توافق کرد؟ من با مال خرای چلاق اصلا کاری ندارم آقای. بفرما. خب سوال دیگه ای.
صحبت دیگه ای نداری؟ نه خیلی. بفرمی. آقای قاضی چی رو بفرمایی؟ بفرمی. خسارت من و اینا رو دیگه خودتون میدونین دیگه. بفرمی خانم. من دیگه به شما سپارم. بفرمی. آقای قاضی راه حل من چیه الان؟ من ندارم میخوام از این راه حل شما چیه؟ گفتم به شما، شما خسارتی خانومش بدی. باید صبر بکنی تا سارق دستگیر بشه. خب تا کی؟ من سارق دستگیر نشه من بابت این باید برم؟ باید بری کجا؟ باید بری شکایت کنی. سارق دستگیر نشه کاری دست من بر نمیاد. به چی داری فکر میکنی آقای محمدی؟ من بشینم همینجوری؟ آقای قاضی من ندارم، آقای قاضی من ندارم بپردازم هزینه ایشونو. تو موقعی که داشتی با عرض مجازی ماشین میخریدی باید به این چیزا فکر میکردی، فکر نکردی. بعد بهت میگم چرا بهت گفته عرض مجازی؟ میگی به خاطر مالیات و شغلم. خودت هم نمیدونستی. موفق باشی استاد. میشه هر کسی رو قضاوت کرد، حتما لازم نیست پشت میز قاضی نشسته باشیم. ما هر روز در حال قضاوت کردنیم، هر روز درباره اطرافیانمون تصمیم میگیریم، تو دلمون محاکمشون میکنیم، میبخشیم یا ازشون نمیگذریم. اما گاهی فراموش میکنیم ما همه چیزو درباره همه کس نمیدونیم. ما قاضی خوبی نیستیم وقتی نمیتونیم با هم نوع خودمون همدل باشیم.